یه مسئله ای که مقدار دغدغه به وجود آورده است توی کشور ما به وجود آمده همین سامانه مولد سازی است که بخشی را از اموالی که به عنوان دولتی یاد میشن و در واقع اینها دولتی نیستند و اینا بیت المال در دست دولت هستند. دولت امانت داره، حاکم امانت داره و این مالها فرمان داده شده، دستور داده شده که به هیئت 7 نفره اینها را بتوانه به فروش برسانه و کسری بودجه سال را، سال جدید دولت را تامین بکنه. و دغدغه مردم از اینجاست که این اموال، اموال بیت المال دارای مملکت اعتبار کشوران، اعتبار ملت و خاطره تلخ مردم داران از خصوصی سازی کشور که در خصوصی سازی کشور اموال را، خیلی کارخانه ها را، خیلی شرکت های غدر را به فروش رساندن و بعضی از ارگان های با نفوذ اینها را خرید کردن و بعضی از شخصیت ها یه پرنفوذ کشور وارد شدن و از نفوذشون استفاده کردن و به قیمت ارزان خریدند. حالا این توی کشور این شایع شد، وقتی که به قیمت اصلی چیزی فروش نره ضرر ملت میکنه و اینا هم از سرمایه ملی هم، ثروت ملی هم. الان هم دغدغه که موجوده و بسیار توی این مسئله حرف دارن و همه اینها از معترضین نیستن، بلکه توی مجلس اعتراضه، در خود بدنه حاکمیت اعتراضه، در خود بدنه دولت اعتراضه و اعتراض همه اینه که میترسن که اینجا هم کسانی نفوذ پیدا بکنن و بیت المال به قیمت ارزان ببرند. از اون سابقه و ذهنیت که در فرمان خصوصی سازی در ذهن مردم این دغدغه امروز در ذهن ملت به وجود آمده است.